ما یک کودتایی رو راجبش صحبت میکنیم که در زمان قدیم بوده و اون کودتایی بوده که بختیار میخواست بر علیه شاه بکنه. این چی بود؟ کدوم بختیار میفرمایید؟ تیمور بختیار؟ تیمور بختیار. ببینید این تیمور بختیار بوده، خدمتتون عرض کنم که اون رئیس ستاد دیگه مون بوده که ترورش کردن. چند تا از اینا بودن ولی هیچ کدوم به اون صورت که ما شکل کودتا رو بخوایم اسمشو بذاریم نه، اینا میخواستن که نیروهای خارجی با پشتیبانی نیروهای خارجی به اینا اون قدرت رو بدن که شاه خانه نشین بکنن. یک چیزی که باید درباره رژیم پیشین بگم که این تفاوت، این مسئله همیشه هست که بهش توجه نمیکنن. بعد از سقوط یا بعد از پایان دوران قاجار ما یه دورانی رو آغاز میکنیم به نام دوران پهلوی، ولی در حقیقت این دوران پهلوی نیست، این امتداد دوران قاجاره. چون شما اگه نگاه کنید ما کودتای سوم اسفند و اینا این داستانه، وقتی که رضا شاه از بدنه قاجار اومد بیرون، تمام رجالی که در کابینه آقای در کابینه رضا شاه بودن از قاجار اومده بودن بیرون، یعنی امتداد اون خطه به یه اسم دیگه یعنی جابجایی شد، منتها ضربه حکومتی نبود مثلا الان که این میشه اسمشو گذاشت انقلاب که اومدن و انقلاب کردن یه دور بیرون کردن و کشتن و جانشین شدن. اون امتداد بود. حتی در زمان محمد رضا شاه در دوران اول اونایی که مسلم بودن، حتی سید ضیاء رو میبینیم، تقی زاده رو میبینیم، مشرالدوله رو میبینیم، پیرنیا رو میبینیم، اینا کسانی که همه در دوران قاجار خدمت کردن، همه وزیر و وکیل بودن، همه نماینده مجلس بودن. حتی رضا شاه از رده های پایین در اون حکومت اومد، یعنی امتداد اونه. و این به اصطلاح نابسامانی فکری تا زدوده نشه، مشکل پهلوی و قاجار به این صورت باید جدا بشه. وقتی قاجار پهلوی اومد، آن چرا که قاجار بود رد کرد. خب این کار اشتباهی بود، چون تمام این چیزهایی که خودش داشت از اون قاجار بود، اونا رو رد کرد. این رژیم هم اومده پهلوی رو رد میکنه. اینو ما در کشورهای مثل ایران داریم که هر کی میاد قبلی رو رد میکنه. این نباید باشه، باید خوبشناسی بشه. به نظر من این خوبشناسی اون دوران نشده. برای همینم وقتی که در دوران از 1956 وقتی روحانیان می‌خواستن در ایران قدرت رو به دست بگیرن، سه تا قدرت بود در ایران، قدرت دربار بود، قدرت بازار بود و قدرت روحانیان. همونجور که در قسطنطنیه داشت عمل می‌شد، روحانیان قدرت می‌گرفتن، در قفقاز شمالی اینا داشت انقلاب می‌شد، نمی‌دونم کودتاهای مختلف بود، سوسیال دموکرات‌ها، دموکرات‌ها، ناسیونالیست‌ها، ایران هم در یه تحولی وارد این تحولات شد. روحانیون هم اشتیاق داشتن، مایل بودن که قدرت رو به دست بگیرن. اما وقتی دیدن در روسیه چه شده در 1905 تا 8 و تا بعد 1917، دیدن که اینایی که اومدن انقلاب کردن، اومدن کمونیست‌ها، دمار از روزگار روحانیون در آوردن، کلیساها رو بستن، آتش زدن، همین آتشی که ما الان می‌بینیم، این خلبانه رو داعش زده، اونجا اسقفا رو آتش می‌زدن، همین کمونیست‌ها زنده زنده نفت می‌ریختن، آتش می‌زدن. اینا رو دیدن ترمز کردن و گذاشتن به یه مرحله دیگه. این خوبشناسی ها در تاریخ ما نمیشه. وقتی این خوبشناسی ها نشه، یه موقعهایی با یک دیواره های از بتون و سنگ خارا روبرو میشیم که برداشتنش مشکله. بعدن خوب حل کردن این مسئله. روحانیان اومد با دربار ساخت، اومد با بازار ساخت، ازدواج های داخلی شد، اینا نگه داشتن تا زمان مناسب بشه. زمان مناسب که شد، اون زمینه بود. ما 65000 تا 10000 داشتیم، الان خب 65000 تا 10 داریم، ولی 60000 تا 10 داشتیم. این در دهات چی حکومت میکرد؟ مذهب حکومت میکرد، سیاست که حکومت نمیکرد در این دهات. الان هم اینجوریه. ما الان در تهرانه که مثلا یا چند تا شهر بزرگ بود در زمان گذشته که مثلا نمیدونم شمال شهر فرق میکرد و بقیه جای دیگه مثل اروپا بود، ولی تمام ایران یه شکل دیگه بود، شکل دست اینا بود، دست روحانیان بود و هست. اینا رو باید خوب شناسی کرد. اگه بخوایم جانشین پیدا کنیم، جانشین بیاد بره، حکومت دیگه بیاد، باید محتاطانه به این مسائل نگاه کرد.